Welcome to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. با درود خدمت دوستان گرامی، امیدوارم در هر کجای جهان که هستید سلامت، شاد و شادکام باشید. امروز یک شنبه 20 مهر ماه 1399 برابر با 11 اکتبر 2020. امروز برنامه‌ای به مناسبت درگذشت استاد محمد رضا شجریان تهیه کرده ایم که تقدیم می شود به بازماندگان استاد. از آقای محمود میرزایی، نقاش و شاعر، به خاطر همکاری در این برنامه بسیار سپاسگزارم. به طور کل این نظام و این حکومت در ذات میخواد همه چیز در اختیار اون و در زیر سلطه و حکومت اون باشه و نه یک بیست رو میخواد 100% باشه. اگر یه بخشش یه دفعه نخواسته باشه و باشه، همون میره زیر سوال، یعنی مورد داره، این مشکل داره، همونجاست که جلوش میگیرن. خب اگر یکی پاش از کریمش هم از نظر اونا در سر بکنه، مشکلات رو سر باشه. هست اینها هرگز با هنر کنار نمیان، هرگز و هرگز، همچنان که در طول 1400 سال با هنر ما کنار نیامدن، بازم نخواهند اومد، چون هر چیزی که حواس مردم رو از روحانیت به طرف دیگه بکشه اینا باش مخالفه. و موسیقی یکی از این عوامله، خیلی از هنرها که در خدمت اینها نمیتونه باشه یکی از این موارد است. نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟ اصلا با. من زندگی میکردم، 33 سالشم هست با این بدبختی میگذشته، این لطفی نداره و از این زندگی برام، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه‌ام درست انجام بدم. چون که فردوسی زبان من رو نجات داد، من موسیقی مملکت رو باز نجات بدم و تا الان هم موفق بودم. بخوان که از صدای تو سپید سر برآورد، وطن ز نو جوان شود، دمی دگر برآورد. به روی نقشه وطن صداد چون کند سفر، کویر سبز گردد و سر از خزر برآورد. هر که صدای تو دارد چه غم از هر که جهان نگران تو چندی شو نگرانش. برون ز ترس و لرز ها گذر کند ز مرز ها، بهار بیکرانه ای به زیب و فر برآورد. هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش نگران تو چندی شو بیم از دگرانش. Thank you.
چو موجان ترانه ها براید از کرانه ها، جوانه های ارغوان ز بیش سر برآورد، بهار جاودانی که شیوه و شنین آن ز صبر سبز باغ ما گل ظفر برآورد. آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خیشش، وان سر وصل تو دارد، وان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش. سیاهی از وطن رود، سپیدی جوان دمد، چو آذرخش نغمت ز شب شرر برآورد. شب ارچه های و هوی کند، ز خویش شستشو کند، در این زلال بیکران دمی اگر برآورد. صدای توست جاده‌ای که می رود، که می رود به باغ اشتیاق جان، وزان سحر برآورد. بخوان که از صدای تو در آسمان باغ ما هزار قمری جوان دوباره پر برآورد. وان که در عشق ملامت نکشه مرد مخوانش، وان که در عشق ملامت نکشد مرد مخوانش. سفیر شادی وطن سفیر نغمه های توست، بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد. شعری که خوندم در آن زلال بیکران نام داره که استاد شفیعی کتکنی اون رو به خاطر درگذشت استاد محمد رضا شجریان سروده بوده. به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق، مژه بر هم نزند گر بزنی تیر و سنش. دن از دست تنهایی به جونم، دن از دست تنهایی به جونم، ز آه و ناله خود در فغونم، شبان تار از درد جدایی خدای دل داده کره فریاد مغز استخوان. یا
نیمه جان مرغ سحر بانگ برآورد غمین، گفت برخیز فغان، خسرو آواز پرید. مهمیر 8/10/2020. درود به همه ایران دوستان، مردم دوستان و پارسی زبانان در سراسر گیتی. نام من محمود میرزایی است، اما کی هستم خودم هم نمیدونم. امروز شنبه 19 مهر ماه، 10 اکتبر 2020 ترسایی است. از من خواسته ای درباره محمد رضا شجریان کوتاه چیزی بگویم. سپاس از شما. اما چگونه کوتاه بگویم؟ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. مگر می شود از ستاره به کوتاهی جان سخن را ادا کرد؟ هر کس کمی او را شناخته گفته ها دارد، چه رسد به کسانی که از نزدیک با او بوده، او را می شناسند و هزاران یاد و یادواره و کار با او داشتند و دارند. او را خسرو آواز ایران می خوانند، ولی به راستی او فراتر از این بود. محمد رضا شجریان هرچه آدمی از آغاز بر دو پا ایستادن تا به امروز کرده را کوشید بیاموزد و دریابد و بشناسد و بیانجامد. آدمیان نخستین چگونه آغازیدند؟ دویدند، شکار کردند، داد زدند، فریاد زدند، آواز خواندند، سخن گفتند، بر صخره ها نقش کشیدند، تا با نقش ها به نگاره و نگارش هم رسیدند و از آن هنرها ساختند، ابزار ساختند، کشتند و گل پروریدند، کوشیدند راز آسمان و ستارگان را دریابند، با دین و عرفان و دانش درگیر شدند، زبان آموختن و چکام سرودن را پی گرفتند و این نستوه محمد رضا شجریان، این سیاوش، همه این پهنه ها را در نوردید، کوشید بیاموزد و بیانجامد و خود از ستارگان آسمان هنر و نه تنها آواز و آوا و ساز و نوا، که هم دیگر پهنه ها چون نگارگری، خوشنویسی، ابزارسازی و و و ساختن ساز و پرورش گل و گیاه شد. او دانشوری هنرمند بود. او در پهنه‌های دانشی هم کوشید بیاموزد و بشناسد، همچو اختر شناسی کوشید و آموخت، و در جوانی در ورزش هم سرآمدگی کرد، سترگی کرد، در پرش، در دو میدانی، در والیبال و همواره کوهنوردی، شکار و دیگر ورزش ها. شجریان از دل مردم برآمد، با مردم زیست و با مردم ماند و در دل و جان و یاد مردم جاودانه ماند و گرامی خواهد ماند. چه تفاوتی است میان محمد رضا شجریان و دیگر هنرمندان؟ چرا از میان این همه هنرمند اوست که یگانه ستاره درخشان و بیمانند می شود؟
همین راز با مردم بودنش، از مردم جدا نشدنش، همواره مردم را پاس داشتنش و نون به نرخ روز نخوردنش. ای هنرمندانی که به راستی هنر دارید ولی جز نوک بینی خود نمی بینید، نان رو به نرخ روز می خورید و برخی از شما تا در یوزگی پیش رفته و می روید. وای بر شما، بیاموزید، بیاموزید که چگونه می توان با هنر هم شکوفان شد و شکوهمند و ماندنی شد. ورزشکاران، هنرمندان، ای شمایی که هنوز با مردمان نشدید، بیاموزید، ببینید این شکوه رو و به صف مردمان آیید. سیاوش شجریان از میان هرچه او کرد و آوا سر داد و فریاد زد، یک چیزش را پیامی است برای من که همواره خود زمزمه می کنم و در دل و جان دارم. او گفته ای رو فریاد زد: همراه شو عزیز، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. و از هنگامی که آگاهی آرام گرفتنش را شنیدم تا این دم آرام ندارم و ابرهای همه عالم در دلم می گرید. دو روز پیش، 8 اکتبر 2020 یا 17 مهر ماه، این ستاره تابناک آسمان هنر به کهکشان دیگر ستارگان پیوست. در آن دم که آگاهی چشم فرو بستنش را شنیدم و دیدم، آخ، چنین نوشتم، چنین: نیمه جان مرغ سحر بانگ برآورد غمین، گفت برخیز فغان، خسرو آواز پرید. سایک ها پیش از آگهی برون آمدن نرگس محمدی از زندان، مرا گریه آمیخته با درد و اندوه و شوق و شادی در گرفت. آگهی را هر جا که شد پخشیدم، همه شب تا پاسی از بامداد تا نیم روز را بیدار بودم، با اندوه و گریه ژرف از درد 80 و چند میلیون ایرانی زندانی. از هوش رفته به خواب رفتم، چندی نگذشته که بیدار شدم و به درود استاد بی همانند آوا و نوای ایران، همچنان تا اینک با درد و اندوه ناگفتنی می گریم. استاد محمد رضا شجریان خوش درخشید و جاودانه شد. من بر خود و ایران و ایرانی می گریم. با همسر نازنین، دختران نازنین و پور همایونیش که به راستی همچون برومند درخت پدر رویده و خود تنومند درختی در باغ و بستان فرهنگ ایران زمین شده، و هم با همه ایرانیان و هنر دوستان جهان هماندوه و یاد خسرو خوبان و جاودان بزرگ پهنه هنر ایران را پاس می دارم و
با شما هم درد و هم اندوه هم. یاد خسرو خوبان جاودانه گرامی است. پاینده 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 باد، سرفراز و سربلند باد ایران و ایرانی. با مهر، مهمیر، محمود میرزایی، 10 اکتبر 2020. صحرا بنگرم صحرات اینا، به دریا بنگرم دریات اینا، به هر جا بنگرم کوه ها درو دشت درو نشان از غمت رحمت بینو داد و بیداد داد و بیداد. مکف سرده ها لالام چون ننالام چون ننالام، شکسته پر بالام چون ننالام چون ننالام. همه گوین فلانی ناله کم کن، ناله کم کن، ناله کم کن، تهایی در خیابان چون ننالم چون ننالم. فلک را جمله سر تا پا بسوجم بسوجم، هر نکارم را بساجی آخ چه فرمایی بساجی یا بسوجم بسوجم، هر نکارم را بسانی بی مروفت بی مروفت، چه فرمایی بسانی یا بسوجم.
استاد شجریان، من حد خودم نمیدونم که در باره هنر شجریان صحبت کنم، چون من در موسیقی یک شنونده مبتدی و بسیار بسیار کم استعداد و بی فرهنگی هستم و استاد شجریان در موسیقی آوازی ایران جایگاهی رو داره که حافظ در شعر فارسی داره. حق به خودم نمیدم، مثلا الف بای کار رو نمیدونم. رحم الله عمران عرف نفسه ولم یجاوز حده، من از حد خودم تجاوز نمی کنم و در حق استاد شجریان جز ستایش و احترام هیچ چیز دیگری نمیتونم داشته. سر کویت برای دیدن تو نترسی از خدا جان آیا شد سر رو بر جان.